من دکتر امین حسینی هستم و میخوام در رابطه با روش‌های درمانی افسردگی، اختلالات دو قطبی یا همون اختلالات خلقی با شما صحبت بکنم. اگر فایل‌های قبل رو شنیده باشید، حتما به خاطر دارید که بهتون گفتم برای درمان اختلالات خلقی، افسردگی و اختلالات دو قطبی 3 روش مدون وجود داره. اول، رویکرد بیولوژیک که به 2 زیرشاخه دارو درمانی و تحریک مغزی تقسیم می شد که هر 2 زیرشاخه رو در فایل های قبلی براتون توضیح دادم. بعد رویکردهای روانشناختی که به روانکاوی، رفتار درمانی و شناخت درمانی تقسیم می شد که هر 3 شیوه درمان رو در فایل های قبلی به صورت مجزا براتون توضیح دادم. و در آخر رویکردهای اجتماعی برای درمان افسردگی. در این فایل میخوام به مهارت‌های اجتماعی و بازپروری اجتماعی برای درمان افسردگی، اختلالات دو قطبی یا همون اختلالات خلقی بپردازم. بعضی روانشناسان معتقدن که افسردگی 2 ویژگی خاص داره. اول، افراد افسرده در مهارت‌های اجتماعی کلی و ضروری برای تعاملات کارآمد و مؤثر نقص دارند. و دوم، رفتاری دارند که دیگران، مثلا اعضای خانواده، اون رو آزرده می‌یابند. این 2 ویژگی باعث میشه که هم از فراوانی تعاملات اجتماعی افراد افسرده و هم از پاداش‌هایی که اونها میتونن از تعاملات اجتماعی دریافت کنن کاسته بشه. در نتیجه این 2 ویژگی، افسردگی افراد افزایش و شدت پیدا می‌کنه. نقص در مهارت‌های اجتماعی افراد افسرده از عدم اعتماد به نفس در بکارگیری مهارت‌های اجتماعی شروع میشه و تا نقص در توانایی‌هایی که نشان دهنده مهارت‌های اجتماعی هستند ادامه پیدا می‌کنه. از جمله توانایی‌هایی که نشان دهنده مهارت‌های اجتماعی هستند میتونیم به این موارد اشاره بکنیم: تماس چشمی، میمیک یا حرکات صورت متناسب با موضوع و سرعت واکنش در گفتگوها. در واکنش به این نقص‌ها، یک نوع روان درمانی به نام سوشال سکیل ترینینگ یا آموزش مهارت‌های اجتماعی طراحی شده که معتقد علت ایجاد افسردگی تا اندازه‌ای ناتوانی در برقراری ارتباط صحیح و معاشرت با مردمه و تقویت مهارت‌های اجتماعی میتونه به حل بسیاری از سمپتوم‌های افسردگی کمک بکنه. این کار میتونه مواردی رو شامل بشه از قبیل آموزش مهارت‌های اعتماد به نفس یا همون جرأت و قاطعیت، مهارت‌های تعاملات کلامی، مهارت‌های گفتگو با جنس مخالف و مهارت‌های مصاحبه شغلی. میتونیم این مهارت‌ها رو به روش‌هایی آموزش بدیم که این روش‌ها عبارتند از یادگیری مشاهده‌ای، تمرین‌های پیش از عمل، ایفای نقش و تکالیف خانگی در خارج از محیط روان درمانی. یکی از درمان‌های افسردگی بر اساس آموزش مهارت‌های اجتماعی رو هرسن و همکاراش اختراع کردند که در سال 1980 انجام شد. این برنامه 12 هفته طول کشید و هر هفته 1 جلسه 1 ساعته برگزار می شد. جلسات به ترتیب با تمرکز روی مهارت‌های لازم برای تعامل با خانواده، دوستان، همکاران و غریبه‌ها آغاز شدند. ویژگی‌های اصلی برنامه عبارت بودند از: اول، تکالیف ایفای نقش، فیدبک، یادگیری مشاهده‌ای و تقویت مثبت برای رفتارهای صحیح، و دوم، توجه به جزئیات خاص تعاملات اجتماعی مثل لبخندها، ایما و اشاره‌ها و استفاده از تماس چشمی. در نتیجه این برنامه درمانجویان نه تنها در مهارت‌های اجتماعی خود با بهبود روبرو شدن، در سمپتوم‌های افسردگی هم کاهش نشون دادند که تا 6 ماه بعد از پایان برنامه هنوز ادامه داشت. مطالعات مربوط به اثر بخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی نشون داده که این گونه برنامه‌ها بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش سمپتوم‌های افسردگی رو به همراه میارن. همچنین اونها نشون میدن که آموزش مهارت‌های اجتماعی به اندازه سایر درمان‌های افسردگی مؤثره.